یوحنا فصل ششم. بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت و عده زیاده که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند و دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوه رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به چهار طرف دیده عده زیاده را دید که به طرف او می آیند، از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می دانست چی باید بکنند. فیلیپوس جواب داد: 200 سکه نقره نانم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسری در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی آن برای این عده چی می شود؟ عیسی گفت: مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس مردم که تقریبا 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهی ها را نیز همین طور هر قدر خواستند تقسیم کرد. وقت همه سیر شدند و شاگردان گفت: توته های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبز توته های باقی مانده آن پینان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان پیامبر وعده شده است که می بایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار کشتی شده به آن طرف دریا به سوی کپرناهوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیششان بر نگشته بود. باد شدید شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقت تقریبا یک فرسنگ پیش رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می زند و به طرف کشتی می آید. آنها ترسیدند، اما عیسی با آنها گفت: من هستم، نترسید. می خواستن او را به داخل کشتی بیاورند، ولی کشتی به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در طرف دیگر دریا استاده بودند دیدند که بجز همان کشتی که شاگردان سوار شده بودند، کشتی دیگر در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند. ولی کشتی های دیگر از تبریه به نزدیکی همان محل که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این کشتی ها شده در جستجوی عیسی به کپرناهوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند و او گفتند: های استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی جواب داد: به یقین بدانید به علت معجزاتی که دیدید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا زندگی ابدی باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهای را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان جواب داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که او فرستاده است ایمان بیاورید. آنها گفتند: چی معجزه نشان می دی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چی می کنی؟ پدران ما در بیابان نان منه را خوردند و چنان که نوشته شده است، او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی به آنان گفت: به یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند، زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به دنیا زندگی می بخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها گفت: من نان زندگی هستم.
هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با این که مرا دیدید ایمان نمی آورید. همه کسانی که پدر به من می بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من می آید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آن که اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده کسی را که مرا فرستاده است. و اراده او این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز آخرت آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می بیند و به او ایمان می آورد صاحب زندگی ابدی گردد و من او را در روز آخرت زنده خواهم کرد. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود: من آن نان هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند: آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید من از آسمان آمدم؟ عیسی در جواب گفت: این قدر شکایت نکنید. هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر این که پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز آخرت زنده خواهم ساخت. در کتاب پیامبران نوشته شده است: همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابر این هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. و یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد زندگی ابدی دارد. من نان زندگی هستم. پدران شما در بیابان نان منه را خوردند ولی مردند. اما من درباره نان صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر زندگی دنیا می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند: چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی جواب داد: به یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود زندگی ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد زندگی ابدی دارد و من در روز آخرت او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می نوشد در من ساکن است و من در او. همان طوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نان نیست که پدران شما خوردند و مردند. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی انگامی که در کنیسه در کپرناهوم تعلیم داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند: این سخن سخت است، کی می تواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می کنند، با آنها گفت: آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ روح است که زندگی می بخشد ولی جسم فایده ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و زندگی است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت: به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آن که پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد
بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او امرایی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات زندگی ابدی نزد تو است. ما ایمان آورده و اطمینان داریم که تو آن مرد مقدس و مبارک هستی که از جانب خدا آمدنی بود. عیسی جواب داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما شیطان است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود